همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر به همین موضوع پردازیم. لیلا، این اطلاعیه وزارت کشور چه موضوعی رو داره نشون میده؟ آره، هم اطلاعیه رو در واقع دیروز از صادر کرده وزارت کشور، هم امروز وزیر کشور در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگارا پاسخ گفته و در ادامه این اطلاعیه اومده و یه سری سوالایی رو در واقع جواب داده که دوباره به ابهامش در واقع اضافه شده. و اینو ما میدونیم که اون سندی که خرداد ماه وزارت کشور ابلاغ کرده بود، اونم افشا شد توسط روزنامه اعتماد، مشخص شدش که اگه مثلا تا همین چند روز پیش این حجابان ها و آمران به معروف نهی از منکر در خیابان ها و مترو در واقع مخالفان حجاب اجباری رو اذیت میکنن، ازشون عکس برداری میکنن، حتی درگیر میشن، توهین میکنن، هیچ کس گردن نمیگیره فرهناس تا همین چند روز پیش. بعد اینکه این سند افشا شد، مشخص شدش که نهادهای اطلاعاتی امنیتی وزارت کشور و شهرداری تهران با همدیگه در پستوهای مخوفشون نشستن و یک ابلاغیه ضد زن و ضد مردمی رو نوشتن و ابلاغ کردن به دستگاه‌ها. و همچنین نه وزارت کشور وزیر کشور گردن میگرفت، نه زاکانی شهردار گردن میگرفت، و هر دو متفق القول میگفتن که این گروه‌های مردمی هستن و مجوزی بر اونها صادر نشده. حالا در واقع اطلاعیه وزارت کشور نکاتی که داره این هستش که اومده و این چند روز اخیر دروغ‌گویی و پنهانکاری در واقع وزیر کشور رو که رسانه‌ها و فعالان سیاسی در داخل ایران خواستار، به خاطر همین موضوع خواستار استعفای وزیر کشور شده بودن، و فقط به در واقع رقابت‌های سیاسی و جناح‌های مختلف کاهش داده و گفته که اینا در واقع این رقابت‌های سیاسی باعث شده که از حرفای من اینجوری حجمه برداشت بکنن و افکار عمومی رو با خودشون در واقع همراه بکنن. و بعدم گفته که ما از آمران به معروف نهی از حجابان‌ها حمایت می‌کنیم. الان حالا وزیر کشور امروز داره چی میگه؟ در واقع میاد و تکلیف خیلی چیزا رو داره روشن می‌کنه و داره میگه که از حرفای من در واقع سوء استفاده شده، این حجابان‌ها و آمران به معروف ما مجوزی ندادیم چون اونا از قبل از نهادهای دیگر مجوز دارن. خب مشخص است اینا چه نهادهایی هستن، از فراجا هستن، از اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، یعنی این نیروها از اونجا میان و از قبل هم در واقع مجوزشون از اونجا هست. همچنین زنانی که مخالف حجاب اجباری هستن رو وزیر کشور با خودروها در خیابان‌ها مقایسه کرد و خبرنگاری پرسیده که اصلا اینا اجازه تصویربرداری و فیلمبرداری دارن از زنان، و میگه که چطور مثلا راهنمای رانندگی به خودروهایی که تخلف میکنه مثلا فیلم برداری عکس برداری میکنه، در مورد زنان هم در واقع این اتفاق داره میفته. و همچنین داره میگه که یکی در میاد و میگه که یک نفر در مترو به در واقع به شهروندان گل میده، یک نفر دیگه تذکر لسانی میده، و در نهایت داره دفاع میکنه و از دروغگویی و اینکه پنهانکاری کرده هیچ صحبتی نمیاره و همچنان حرفای ضد مردمی و ضد زن رو در واقع تکرار میکنه. متشکرم از توضیحاتت لیلا سعادتی، اینجا در استودیو همراه ما بودیم.